به نام رب العالمین درود بر شما ما رحیمجان جان رحیمی هستم و شما بینیدی این, این ساعت خبر از تلویزیون جهانی یک هستید حسن کازمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان از پیشرفت کار انصداد مرز با افغانستان و پاکستان خبر داده است آقای قومی تاکید کرده که تهران همکاری با کابل در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تامین امنیت مرسا و سرکوب حراس ادامه می دهد. این در حالی است که یکی از کارشناسان نظامی ایران را به باسازی دوگانه با امارت اسلامی متهم می کند. سازمان بین المللی مهاجرت از بازگشت بیش از 63 هزار پناهجوی افغان از آغاز ماه اگست امسال از ایران و پاکستان خبر داده است. این نهاد افزوده که در این مدت بیش از 96 هزار مهاجر همچنان از افغانستان به این دو کشور رفتند. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده را مبنی بر داشتن مذاکره پنهانی با امارت اسلامی رد کرد پیش از این کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا آقای خلیلزاد را بر دور نگه داشتن مقام های آن کشور از گفتگوهای دوحه و داشتن مذاکره پنهانی با امارت اسلامی متهم کرده بود وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که کار بازسازی منارجام به زودی آغاز می شود. معین فرهنگ و هنر این, وزارت که به ولایت غور رفته میگوید که این منار در خطر آسیب های طبیعی قرار دارد. از این رو کار عملی بازسازی و استحکام آن شروع خواهد شد. عتیق عزیزی در این سفر از سازمان فرهنگی جهانی به ویژه یونسکو خواست تا مسئولیت خود را در قبال استحکام بنیادی منارجام انجام دهند. برنامه جهانی خزا اعلام کرده است که افغانستان به دلیل محدودیت‌های یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان است این سازمان همچنان گفته که برای اینکه بانوان بیشتر در خانه میمانند و گونه نامتناسب زیر تاثیر این بحران قرار گرفتند این نهاد افزوده که در ماهای اخیر هزاران تن از اثر حوادث طبیعی در مناطق گوناگون افغانستان جان باختند وزارت کار و امور اجتماعی در نشست حسابدهی دولت به ملت گفته است که در یک سال گذشته با مؤسسه های گوناگون در بخش مراقبت، آموزش های فنی و حرفه‌ای و کمک های بشر دوستانه تفاهم نامه های همکاری را امضا کرده است. سخنگوی این نهاد میگوید که 15 مؤسسه آموزش های فنی و حرفه‌ای جواز فعالیت دریافت کرده و جواز فعالیت چهار مؤسسه دیگر تمدید شده است. از یک کتاب زیر نام بناهای تاریخی و ساحات باستانی سمنگان در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان رو نمایی شد. نویسندی این اثر هدف از نوشتن آن را معرفی بازمانده های تاریخی و ساحه های باستانی ولایت سمنگان می داند. در همین حال مسئولان در این ولایت از تلاش برای پشتیبانی از شاعران و نویسندگان اطمینان داده و می گویند که بر حفاظت و بازسازی مکانهای تاریخی نیز توجه خواهد کرد. پایان این ساعت خبر در تلویزیون یک از همراهیتان سپاس گذار هستم حالا از شما دعوت می کنم تا دیگر برنامه های تلویزیون جهانی یک را بینینده باشید